بسم الله الرحمن الرحیم که هست کلید در گنج حکیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم در هر کجا که بیننده برنامه چشم‌انداز هستین، با یکی دیگه از این برنامه ها در خدمت شما هستیم. خب بینندگان محترم، موضوع ما کاهش فرق با ایجاد اشتغال یا توزیع پول. از ابتدای هفته این موضوع رو با کارشناسان در برنامه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار دادیم. خب همواره ریشه کنی فقر در کشوری که از برنامه اصلی دولت ها بوده، موضوع گسترش فقر و نابرابری درآمدی حتی در کنار رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از موضوعات محل بحث اقتصاددانان‌هاست. اما در کشور ما طی یک دهه اخیر در کنار بدتر شدن شاخصهای برابری اقتصادی و اجتماعی، بخش دیگری از مردم به دهک‌های درآمدی پایین در جامعه سقوط کردند. همچنین با نبود یک تعریف جامع از فقر در کشور، اطلاعات دقیقی از گسترش فقر در کشور در دسترس نیست، یعنی همون موزلی که باعث شده تا برنامه‌های مقابله با فقر نیز کارایی لازم رو نداشته باشه. اینکه برای کاهش فقر و نابرابری درآمدی جامعه چه تدابیری باید در پیش گرفت، موضوعی که از ابتدای هفته هم گونه که بهتون خدمتتون عرض کردم به اون پرداختیم. کارشناسان نظرات مختلفی رو در این زمینه بیان کردن، از توزیع عادلانه ثروت، ایجاد امکانات اقتصادی برای تمام اقشار جامعه و توزیع عادلانه آن در کنار سیاست ضد تورمی و حمایت از تولید ملی و ارزم به حضورتون تثبیت نرخ ارز و هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش یا حذف رانت از راهکارهایی بود که کارشناسان به اون در برنامه‌های روزهای گذشته در واقع اشاره کردند و تأکید کردند. خب امشب ببینیم که کارشناسان امشب ما چه نظری در این خصوص دارن. جناب آقای دکتر سعدوندی هم با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز و همچنین مهمانان محترم این برنامه، در خدمت شما هستم. آقای دکتر، من یک مقدمه تقریبا مفصلی درباره مشکلات سر راه توزیع عادلانه درآمد و انواع پرداخت یارانه ها در واقع گفتم و به این موضوع رسیدم که در واقع پرداخت نقدی یارانه ها باید چگونه باشه و به طرحی که در واقع عضو محترم کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس گفته اشاره کردم که خواستار برگزاری رفراندوم برای حذف یارانه های آشکار و پنهان شده و خواستار میشه که پرداخت مستقیم به مردم در واقع انجام بشه، یارانه ها به صورت مستقیم به مردم داده بشه. این طرح تاکنون 22 امضا هم داشته. دوستان اگه بتونن آیه ابوترابی هم در واقع به جمع ما اضافه کنن خوبه که ابعاد این طرح رو بدونیم. حضرت عالی، به نظرتون آیا امکانش هست در شرایط موجود یه همچین کاری بکنیم؟ ما بیایم همه یارانه های پنهان رو که یکی از دوستان بررسی کرده بود طی 3 سال در قالب فقط ارز و 4200 30 برابر پرداخت یارانه مستقیمی که مردم در قالب هم یارانه های 45000 تومانی هر سال داره به مردم، هر ماه داره به مردم میده میشه. به نظر شما این امکان وجود داره؟ این در واقع یک جراحی بزرگ اقتصادیه، بیش از این که یک برنامه‌ریزی هدفمند داشته باشیم، یعنی باید خیلی از چیزا عوض بشه و تغییر کنه و اطلاعات اون به روز بشه. نظر از اتالی چیه؟ بله، به نام خدا. من این خبر جزء معدود اخبار مثبتی بوده که این روزها در زمینه تغییر ریل سیاست‌گذاری به نظر بنده دریافت کردیم. ببینید، در دنیا تجربه‌های متعدد در جهت اجرای سیاست‌های حمایتی وجود داشته، ولی قریب به اتفاق این تلاش‌ها شکست خورده، متأسفانه شکست خورده. من اگر بخوام از علم اقتصاد تعریف کنم یا یکی از مزایای علم اقتصاد رو خدمت شما بر بشمارم، اون این هست که علم اقتصاد، توصیه‌های علم اقتصاد موجب شد که در بیش از 180 کشور جهان معضل تورم که در دهه 1980 میلادی یک معضل جهانگیر بود، یک معضلی بود که در تمام دنیا همه باش دست به گریبان بودن، در بیش از 180 کشور جهان الان تورم مشکل اصلی نیست. حالا بگذاریم که در کشور ما متاسفانه سیاست‌های ضد تورمی جدی گرفته نمیشه و به توصیه‌های علم اقتصاد عمل نمی‌شود، ولی علم اقتصاد در اون زمینه خیلی موفق بوده. در زمینه کاهش فقر مطلق اتفاقا علم اقتصاد بسیار موفق بوده، اما در زمینه سیاست‌های حمایتی که نهله‌های مختلف اقتصادی
توصیه کردند. ما شکست های متعدد رو در طی 50-60 سال گذشته در سطح دنیا شاهد بوده ایم. سیاست های مثلا مثل بیمه بیکاری، سیاست بیمه بیکاری یک زمانی موجب شد که در کشور آلمان، که اون زمان آلمان غربی بود، به شدت، البته زمانی که در همون زمانی بود که در واقع دو آلمان متحد شدند، ولی در اون زمان شما میبینید که نرخ بیکاری مرتب تا مدت زیادی افزایش پیدا کرد به دلیل بیمه بیکاری. یعنی این نوع سیاست های حمایتی در بسیاری مواقع موجب تنبلی در جامعه میشه، موجب در واقع حتی افزایش نابرابری ها میشه. ما سیاست هایی که در کشور خودمون، سیاست های حمایتی متعددی که در کشور خودمون اجرا شد، بسیاری از این سیاست های حمایتی در واقع راندهایی بوده که به گروه های خاص اعطا می شده. حتی برخی از این راندها مثلا در واقع مثلا سیاست هایی که در زمینه در واقع حمایت از کارمندان، حمایت از کارگران، حمایت از معلمان، حمایت از کارآفرینان، اینها سیاست هایی بوده که راندهای گسترده به یک گروه خاص اعطا می شد. یعنی ما سیاستی نداریم که مثلا سیاستی داشته باشیم، سیاست حمایتی، حمایت از بیکاران به عنوان مثال، حمایت از جوانان بیکار، فارغ التحصیلان بیکار، نه در ایران نه در سطح جهان ما چنین سیاستهایی نداریم. و اتفاقا همین اقشار هستن که بیش از دیگران نیاز به کمک دارن، نیاز به یاری جامعه دارن. مثلا سیاستهایی داریم که سعی میکنیم، البته بعض بازنشستگان محترم ما متاسفانه بعض معیشتی مناسبی نیست، اما اگر قرار هست پرداختی هم انجام بشه به بازنشستگان، پرداخت میشه از جانب دولت که دولت در مقابل تمام 85 میلیون نفر مسئول هست. ولی به کسانی که پیر هستند، در سن بازنشستگی هستند، ولی خب اون مثلا حق بیمه بازنشستگی رو پرداخت نکردن، به اونها هیچ گونه مزایای پرداخت نمیشود. این هست که در دنیا، نه فقط در ایران، در دنیا به این سمت در واقع داریم میریم که سیاست‌های حمایتی نقدی یکسان مستقیم داشته باشیم. هر کدوم از این عباراتی که من الان خدمت شما مطرح کردم تعابیر و معانی خاص خودش رو داره. یعنی اگر شما سیاست یارانه یکسان نداشته باشید، در نهایت این خواهد شد که به یک سری از افراد رانت بیشتری پرداخت میکنید. اگر سیاست شما نقدی نباشه، متاسفانه موجب فسادهای گسترده میشه و در اجرا شکست میخوره. مثلا دولت گذشته یک سیاست پرداخت یارانه غیر نقدی داشت که در همون ابتدای کار در نطفه خفه شد و شکست خورد. ما این تجربه ها رو نه فقط در کشور خودمون داشتیم، در سایر کشورهای جهان هم داشتیم. من به عنوان یک اقتصاددانی که در این زمینه ها بالاخره تحقیقاتی داشتم، خدمت شما عرض میکنم که این یک مورد رو ملت عزیز ما جدی بگیرن. یعنی اگر رفراندوم هم میشه، من تمام تلاشم رو خواهم کرد به خاطر کشورم که این رفراندوم رأی بیاره. چرا؟ برای اینکه نابرابری در کشور ما بسیار شدیده. یک چند صد خانواده یا چند هزار خانواده هستن که به عنوان مثال از اواید، از مزایای ارز 4200 بهره مند هستن. اینها وارد کنندگانی هستن که بسیاری اوقات حتی خانواده هاشون در داخل کشور حضور ندارن و اینها هر سال شاید میلیون ها دلار، ده ها میلیون دلار به ثروت این عزیزان اضافه میشه. بالاخره بخشی از جامعه ما هستن. ولی چرا دولت قبل اینقدر سعی داشت این ارز 4200 رو حفظ کنه، این راند پاشی رو، این همه روش تاکید داشتن، ولی به معیشت اون 85 میلیون نفری که از این 4200 نه فقط منتفع نشدن بلکه ضربات جدی دیدن، چرا به معیشت اون 85 میلیون متاسفانه توجه نشد؟ بنابراین توصیه اکید بنده این هست که تمامی یارانه ها به سمت یارانه مستقیم یکسان، که در زبان انگلیسی هم اتفاقا اصطلاح داره الان تحت عنوان UBI شناخته میشه، Universal Basic Income. اگر دوستانی با زبان انگلیسی آشنا هستن، اگر در شبکه‌های اجتماعی سرچ بفرمایند، می‌بینن که تعداد پژوهش‌هایی که در این زمینه در طی چند سال گذشته انجام شده بسیار بسیار زیاده. بنابراین توصیه اکید میکنم که اگر بنا شد یک زمانی خدا خواست و دولت و مجلس همسو رفتن به سمت اینکه یارانه ها رو نقدی کنند و به صورت مستقیم و یکسان در اختیار کلیه اقشار جامعه قرار بدهن، من از هموطنانم تقاضا میکنم که از این طرح حتما حمایت کنید. به عنوان یک اقتصاددان عرض میکنم، هم در جهت افزایش کارایی اقتصاد عمل خواهد کرد، هم در جهت امهاء فقر، دقت بفهمید، بنده حتی نمیگم کاهش فقر،
من برداشتم این است که اگر یارانه ها به صورت مستقیم و یکسان پرداخت بشود، ما به سمت امحاء فقر خواهیم رفت و هم نابرابری ها به شدت کاهش خواهد یافت. فقط یک نکته اضافه کنم، اگر اقشار تحت عنوان مثلا حذف ثروتمندان اقشاری از این طرح حذف بشوند، شاید این طرح شکست بخورد. به واقعیت این هست که بسیاری از اقشار حتی ثروتمند ما که البته ثروتمند نیستن، حتی افرادی که در دهک دهم درآمدی قرار دارن، الان 8 میلیونی که بالاترین درآمد رو در این کشور میگیرن، این 8 میلیون هم خیلی وقتا با کسری بودجه خانوار مواجه هستن. دقت میفرمایید؟ فقط من یه چیزی برداشت بنده این هست که یک چیزی نزدیک به 1% جامعه ثروتمند کلان هستن. من توصیه اکید میکنم که هیچ یک از اقشار جامعه از این طرح حذف نشوند. قبلا در کشور ما هم با موفقیت هدفمندی یارانها اجرا شده، در زمانی که اتفاقا شرایط خیلی در واقع در جهت حمایت از دولت نبود که این طرح رو میخواستن اجرا کنن، ولی اون زمان با موفقیت اجرا شد. بعد از اینکه در ایران اجرا شد، اتفاقا در کشورهای دیگر دنیا به خصوص کشورهای پیشرفته، طرح پرداخت یارانه مستقیم نقدی جدی گرفته شد. اگر فرصتی باشه در آینده مطالب دیگری در این زمینه خدمت شما عرض خواهم کرد. خواهش میکنم. متشکرم. آقای دکتر سعدبندی، صحبت های دکتر صادقی رو شنیدین، ایشون اشاره دارن که مالاخره ما شرایط اجرای چنین طرحی و این عملیات گسترده اقتصادی رو تو کشور نداریم، خیلی پیش نیاز داره، زمان بره و ممکنه آثار تورمی و آثار اجتماعی داره. نظر حضرت عالی در این مورد چیه؟ بله، من اولا سلام عرض میکنم خدمت دوست و استاد عزیزم جناب آقای دکتر صادقی. ببینید، اینکه آیا این نمایندگان محترمی که این طرحو دادن آیا یک پشتوانه پژوهشی داشتن یا نداشتن، باید از خودشون سوال کنیم. ولی من خودم در این 3 سالی که در ایران حضور داشتم، طرحهای متعدد پژوهشی دیدم در زمینه اینکه اگر ما یارانه رو نقدی کنیم و به صورت مستقیم به افراد پرداخت کنیم، تا چه حد آثار مثبت به جا میگذارد و اتفاقا آثار منفی هم دیده شده است. من همین دیشب در کلینیک اقتصاد، یعنی در چیز خودم، یعنی درس اقتصاد کلان میدادم و اتفاقا به همین مسئله تورم بنده اشاره کردم و جناب آقای دکتر صادقی درست میفرمایند. ببینید، دو تا در واقع از 2 مسیر تورم در جامعه ایجاد میشه. یکی تورم کاسپوش هست یا تورم طرف هزینه هست و دیگری تورم دیمند پول هست یا تورم طرف تقاضا. اما مسئله اینجاست که وقتی که شما ملاحظه میکنید که مثلا قیمت ها چند برابر میشه در کشورهای دیگر، این آثار تورمی که میذاره بسیار بسیار محدوده، البته برای اون کشورها خیلی بزرگه. یعنی مثلا در دهه 1970 وقتی قیمت نفت ناگهان تغییر کرد و مثلا در عرض 1 دهه از 2-3 دلار قیمت نفت تا حدود شاید 40 دلار هم در اون زمان افزایش پیدا کرد، این آثار تورمی در کشورهای به خصوص صنعتی و غربی بر جای گذاشت. اما این آثار تورمی اگر ما اون اثر سیاست‌های انبساطی پولی رو ازش خارج کنیم، خیلی محدود بوده. در ایران هم به همین صورت است. من واقعا انکار نمی کنم که اگر شما یارانه رو هدفمند کردید، چون یارانه تولید رو به یک نحوی شما دارید منحرف می کنید به سمت افزایش رفاه اقتصادی، به سمت خانوار دارید منحرف می کنید، من منکر این نیستم که آثار کوتاه مدت بر تولید خواهد داشت، آثار کوتاه مدت بر تورم طرف عرضه خواهد داشت. ولی برداشت بنده این، حالا اگر جناب آقای دکتر صادقی مطالعه دیگری در دانشگاه امام صادق انجام دادن، من خوشحال میشم این مطالعات رو ببینم. اگرم یک زمانی برای بنده فرصتی قائل بشوند، من حاضرم حضور پیدا کنم در جمع دانشجویان دکترا، در جمع اساتید محترم دانشگاه در این زمینه بحث کنیم به امید خدا. ببینید، این مباحث با یک تعامل، انشاءالله تعامل کارشناسی، به باور بنده حل خواهد شد. یک نکته که جناب دکتر صادقی مطرح فرمودند، اتفاقا انتقاد بنده هم هست. در گذشته اگر یارانه ها نقدی شد، متاسفانه بسیار ناقص این کار انجام شد. من چرا از این طرح حمایت می کنم، از رفراندوم حمایت می کنم؟ چون آنطور که شما فرمودی، البته من خودم این طرح رو ندیدم، نمایندگان مجلس این نامه‌ای که تنظیم شده رو من ندیدم، اما اینطور که شما مطرح فرمودید، بنا هست کل یارانه ها نقدی و مستقیم و هدفمند بشود. اگر کل یارانه ها نقدی و هدفمند و مستقیم نشود،
همون مسئله میشه که جناب آقای دکتر صادقی شاهدانی هم به خوبی اشاره کردن، یعنی این 45 هزار تومان چه دردی از مردم دوا میکنه؟ بر فرض که این 45 هزار تومان بشه 150 هزار تومان، باز چه دردی از مردم دوا میکنه؟ آیا ارزش این جراحی اقتصادی رو داره یا نداره؟ به باور بنده اگر ما این طرح رو به صورت کامل اجرا نکنیم، واقعا آثار رفاهی مثبت رو نخواهیم دید. هزینه پرداخت کردیم اما آثار رفاهیش رو در اون حد متاسفانه دریافت نخواهیم کرد. پس توصیه اکید بنده این هست، یا این طرح اجرا نشه یا اگر میخواد اجرا بشه کامل اجرا بشه. البته عواقب منفی که ممکنه بر تولید داشته باشه رو باز هم من همسو هستم با جناب آقای دکتر صادقی که عواقب منفی رو هم باید از طریق سیاست‌های جبرانی ما در نظر بگیریم. اما اینکه آیا نرخ تورم رو افزایش میده یا کاهش میده، به باور بنده اگر که این تر اجرا بشه در میان مدت نرخ تورم رو کاهش میده و کاهش شدید میده. در کوتاه مدت یعنی در فاصله 5-6 ماه ممکنه 5-6 درصد بر نرخ تورم اضافه کنه که فقط اگر ما یک مقداری انضباط بودجه‌ای رو، انضباط مالی رو افزایش بدیم، الان این تورم بالای 40 درصدی ما به راحتی میتونه به حد مثلا 20 درصد برسه. یعنی ما فقط با یک مقدار اصلاحات پولی میتوانیم نرخ تورم رو نصف کنیم. حالا اگر این طرح رو هم اجرا کردیم در کوتاه مدت تورمی که قرار 20 درصد بشه تبدیل بشه به یک تورم 25 درصدی، اما ضریب جینی رو به شدت در واقع اصلاح کنه، نابرابری رو اصلاح کنه، فقر رو کاهش بده، کارایی رو افزایش بده، اگر همه اینها با هم اتفاق بیفته خب این خیلی ارزشمند میتونه باشه. نکته دیگر دقت بفرمایید، چرا کشورهای غربی به سمت یارانه نقدی مستقیم رفتن و مباحثی که بنده خدمت شما مطرح میکنم، خود بنده از یکی از اساتید جایزه نوبل در یک در واقع کلاسی که ایشون حضور داشت بنده خودم شنیدم این قضیه رو که ایشون خودش، البته اون زمان اثر UBI اینقدر مطرح نشده بود، یونیورسال بیسیک اینکام یا یارانه مستقیم نقدی، ولی ایشون خیلی نگران بود و نگرانی درستی داشتن. در کشورهای پیشرفته نگران این هستن که تکنولوژی به تدریج جایگزین انسان خواهد شد و اگر این اتفاق بیفته نرخ بیکاری به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. بهترین راهکاری که در نظر گرفته شده که این نرخ افزایش نرخ بیکاری حتی به ضرر جامعه نباشه، همین مسئله یارانه نقدی مستقیم هست. مثال میذارم خدمت شما، شما حتما دیدید که ما با استفاده از اپلیکیشن، با استفاده از یک موبایل میتوانیم مثلا شما میتونید یک خودرو یا یک تاکسی رو اجاره کنید. اگر این مسئله اجاره تاکسی که از طریق اینترنت و از طریق موبایل داره انجام میشه این همگانی بشه، برداشت این هست که تعداد اتومبیل هایی که در شهر نیاز هست به شدت کاهش پیدا کنه. یعنی یک چیزی که برآورد هایی که شده تا حد 1/4 تا 1/10 ممکنه تعداد اتومبیل هایی که شما برای در واقع حمل و نقل یک شهری مثل شهر تهران احتیاج دارید میتونه کاهش پیدا کنه. خب اشکال این طرح چه هست؟ اشکال این طرح این هست که تعداد زیادی افراد از محل خودرو، چه از محل تولید خودرو، چه از محل تعمیر خودرو، چه از محل رانندگی خودرو درآمد کسب می‌کنند. بنابراین این افراد در آینده احتمالاً در مقابل پیشرفت تکنولوژی خواهند ایستاد. اما اگر شما ایشد کل افراد جامعه رو تأمین بکنید، نه فقط افراد در مقابل تکنولوژی مقاومت نخواهند کرد، بلکه افراد خودشون یعنی کل جامعه میره به سمت اینکه تکنولوژی رو به آغوش بکشه، چون میدونه که هر چه منافع کسب بشه در آینده، الان ما میخوایم یارانه رو هدفمند بکنیم، در آینده میتونیم مالیات دریافت کنیم، از تکنولوژی مالیات دریافت کنیم، در اختیار همه جامعه قرار. آقای سعدوندی، تا اونجا ما برسیم خیلی راه داریم تا فناوری جایگزین انسان به شما از فناوری مالیات بگیریم و اینها. ولی الان خیلی سریع الان ما ببینید، الان ما من حالا اسم نمیخوام بیارم، ما بالاخره نرم افزاری داریم که داره کار حمل و نقل شهر رو انجام میده و اتفاقا در دنیا هم از نظر تعداد سفر در روز ما در دنیا سرآمد هستیم. اینها حالا شاید در رسانه ملی گفته نشده و خیلی جالبه که یک نرم افزاری در ایران به اجرا در اومده، خیلی نقش داشته در اینکه ترافیک کاهش پیدا کنه. دقیق میفرمایید، صحبت بنده از همون جور که این نرم افزار گسترش پیدا کرد، اگر بیش از این گسترش پیدا کنه میتونه به افزایش بیکاری بیانجامد. کلن
تکنولوژی ها میتوانند به افزایش بیکاری بیانجامند. الان روندی هست به سمت استارتاپ ها و فینتک ها و این مسائل شما باید خیلی در متشکرم آقای دکتر سعدوندی. آقای دکتر سعدوندی، صحبت های آقای صادقی و همچنین آقای ابوترابی رو شنیدیم. بحث اینه که بالاخره این یک جراحی بزرگه اگر اتفاق بیفته و اگر موافقت بشه باش و اگر مردم تو رفراندوم در واقع پیشنهادی باش موافقت کنن، خب باید آمادگی داشته باشیم در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. حالا ما ابعاد اقتصادیش رو صرفا بررسی میکنیم، آیا سیستم تولید ما، آیا کارخانجات ما آمادگی مواجهه با این کار رو دارن و به چه زمانی نیاز دارن برای اینکه خودشون رو آماده کنن؟ مثلا یک فرجه زمانی باید بهشون بدیم که آقا خودتون رو بالاخره با این انرژی بدون یارانه هماهنگ کن و بعدش باید چه تکالیفی براشون بذاریم؟ آیا همچنان باید جلوی صادراتشون رو بگیریم؟ آقا چون الان ما سیمان کم داریم، فعلا سیمان صادر نشه، یه روز گوجه صادر نشه، یه روز چه میدونم فولاد صادر نشه. در این مورد بفرمایید آقای دکتر سعدوندی. بله، ببینید، این که شما هر جراحی که انجام بدید عواقبی داره در شکی نیست، اما این که در واقع پزشک یا جراح به شخصه بگه که این مسئله کارشناسیه و مریض حق دخالت نداره، در هیچ جای دنیا چنین چیزی مطرح نیست. یعنی اگر یک بیماری رو میبرن به سالن جراحی، به اتاق جراحی، اون بیمار باید بپذیره، باید آگاه باشه و باید قبول کنه مسئولیت اون جراحی رو. یعنی پزشک فقط توضیح خواهد داد، من و شمای کارشناس توضیح خواهیم داد برای جامعه، این جامعه هست که باید بپذیره که آیا میخواد این جراحی انجام بشه یا جراحی نمیخواد این جراحی انجام بشه. ببینید، این روندی که ما الان داریم جلو میریم، خب مشخصه که به کجا میرسه. در کشورهای دیگر هم همین مسائل اتفاق افتاد. یعنی قیمت برخی از کالاها سرکوب شد به حدی که درآمدهای دولت در اون کشورها کاهش یافت و متاسفانه این منجر به ابرتورم در کشورهای خاص شد. ما که میدونیم جناب آقای دکتر صادقی که آگاه هستند که در یکی از کشورهای آمریکای لاتین که اتفاقا دوست و برادر ما هم هست، چه اتفاقی افتاده. ما میخوایم از این مسائل جلوگیری کنیم. اتفاقا جناب آقای ابوترابی هم اگر این طرح رو مطرح میکنن، چون مطلع هستند که اکثریت مردم به نفع اکثریت مردم خواهد بود. مطالعاتی که بنده انجام دادم در گذشته اینطور بود که حدود 7 دهک درآمدی، 70% جامعه از هدفمندی یارانه ها به طور قطعی بهرمند می شوند. 2 دهک درآمدی تا حدی بهرمند می شوند ولی محسوس نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه هزینه هاشون بالا میره، از اون طرف هزینه از این طرف بالا میره، از اون طرف هم بالاخره یک یارانه نقدی دریافت می کنه که تقریبا برابر با اون افزایش هزینه است و تنها بخشی از دهک دهم درآمدی هست و به طور مشخص صدک صدوم درآمدی هست که اگر راند ها قطع بشه، این صدک صدوم درآمدی به شدت متضرر می شوند. ما می خواهیم از صدک صدوم درآمدی، از این افرادی که حدودا 800 هزار نفر تا 1 میلیون نفر هستند، منابع رو دریافت کنیم، در اختیار 99% قرار بدیم. البته ببینید، این جراحی هست، افرادی که 40 سال، 50 سال، 60 سال هست که از رانت بهرمند شدن، اگر این رانت قطع بشه اینها کاری ندارن انجام بدن. اینها تخصص پیدا کردن در دریافت رانت. اگر رانتی نباشه چه تخصص دیگری دارن؟ خب باید برن تخصص جدیدی کسب کنن، باید برن دنبال یک در واقع رزق آبرومندانه و حلال. خب این قطعا طول خواهد کشید. برای همین هست که من عرض میکنم که همه افراد جامعه باید از یارانه یکسان بهرمند بشوند. حتی افراد پولدار هم باید از یارانه یکسان بهرمند خیلی بشوند. خیلی متشکرم آقای دکتر سعدوندی. منشأ اصلی، ببینید، منشأ اصلی ثروت متاسفانه در ایران همین رانت ها هست. وقتی بله. رانت ها قطع بشه افراد متضرر خواهند شد. خیلی متشکرم. لحظات پایانی میخوام نظرات آقای دکتر سعدوندی رو به صورت خلاصه داشته باشیم. موضوع فرداشای ما هم اتفاقا درباره خودروه. آقای دکتر سعدوندی در خدمت شما هستیم. بله، نکته که من باید خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کنم این هست که ببینید، نوآوری هایی که در طول تاریخ بشر اتفاق افتاده، این نوآوری ها در حالت در واقع راحت جامعه نبوده که اتفاق افتاده. جناب آقای دکتر صادقی بحث خوبی رو مطرح کردن، مصرف خودروها
زمانی که قیمت بنزین در سراسر دنیا خیلی ارزون بود، در دهه 1960، در ابتدای دهه 1970 مصرف خودروها در سراسر جهان بالا بود. چه زمانی مصرف خودرو به شدت کاهش پیدا کرد؟ چه زمانی نوآوری در ایجاد خودروهای مدرن در واقع انگیزه پیدا کردن افراد که برن به سمت این نوآوری ها؟ زمانی که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد، زمانی که قیمت نفت در دنیا افزایش پیدا کرد. اینکه شما انتظار داشته باشید قبل از اینکه در واقع قیمت‌ها سیگنال بدن به بازار، شما انتظار داشته باشید بازار مثلا یک در واقع آحاد اقتصادی با نیت خیر بیان مثلا وضعیت انرژی خانه ها رو درست کنن، وضعیت انرژی منازل و مصرف انرژی منازل رو مثلا درست کنن، یا کارخانجات بروند به سمت اینکه مصرف انرژی رو با نیت های خیر کاهش بدهند، این هیچ جای دنیا تا امروز اتفاق نیفتاده. نمونه خدمت شما عرض میکنم، الان بحث این هست که در دنیا مقدار CO2 که داره تولید میشه خطرناکه، اما شما خیلی به ندرت میبینید که کارخونه پیدا بشه، شرکتی پیدا بشه در دنیا که به صورت داوطلبانه مصرف انرژی خودش رو کمتر کنه. وقتی که به صرفه باشه این کار رو انجام میدن. وقتی قیمتها سیگنال بدهند به جامعه، جامعه خود به خود میره به سمت این که در واقع مصرف و تولید رو در حالت تعادلی به پیش ببره و همه اون زمان منتفع خواهند شد. بنابراین نکته اصلی بنده این هست که بله، باید مصرف انرژی اصلاح بشود. بله، دنیا تجربه بسیار خوبی در زمینه اصلاح الگوی مصرف داره، ولی اولین قدم در اصلاح الگوی مصرف اصلاح قیمت هاست. ما یکی از معدود کشورهای جهان بودیم به همراه ونزوئلا و چند کشور دیگر که برعکس مسیر رو رفتیم. یعنی گفتیم تا وقتی که مصرف انرژی کاهش پیدا نکرده ما دست به یارانه های انرژی نمیزنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر سعدوندی. خیلی این موضوع جذابی شد و این با این طرحی که نماینده مجلس هم در واقع در صدد طرح اون در مجلس هستن، انشالله ما در برنامه های آتی حتما از حضور شما کارشناسان محترم و سایر کارشناسان استفاده میکنیم و ابعاد این طرح رو بررسی میکنیم. خیلی متشکرم از آقای دکتر صادقی شاهدانی، آقای دکتر سعدوندی و آقای دکتر شهنازی و همینطور آقای ابوترابی نماینده محترم مجلس که در این بحث با ما شرکت کردند. بحث در واقع حذف یارانه های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم به مردم، ما موضوع برنامه اون کاهش فقر بود و اینکه در واقع یارانه ها باید چگونه پرداخت بشه، که این خبر امروز اومد و بحث ما رو تکمیل کرد. از اینکه با ما همراه بودین بسیار سپاسگزارم. تا فردا شب، خدا نگهدار.